میریم به سراغ خانم بقراط گرامی. میخوام نظر خانم بقراط رو در رابطه با این ترم، نه برای واکاوی این ترم بلکه برای درک درونی این ترم در واقع جویا باشم. خانم بقراط، خواهش میکنم. با کمال میل، من ابتدا سلام عرض میکنم هم خدمت مهمانان گرامی شما و بینندگان برنامه شما. ببینید، به نظر من نه تنها در مورد این مسئله بلکه در بسیاری از مسائل دیگری که مطرح میشن، گفتگوها و واقعیت در دو سطح مختلف و شاید موازی جریان پیدا میکنن. یکی گفتگوهایی هستش که به هر حال بین روشنفکران و بین احزاب و گروه‌های سیاسی جریان داره از سالها پیش و جریان هم خواهد داشت، ادامه خواهد داشت. و دیگری اون واقعیتی که اون جامعه مورد بحث یا مورد گفتگو رو می‌سازه و چه بسا گاهی در این گفتگوها مطلقاً نقشی نداشته باشه و یا در واقع اون گفتگوگران بر اساس اینکه گمان می‌کنند از منافع اون جامعه دارن صحبت می‌کنند، در یک سطح ذهنی این گفتگوها و این به اصطلاح نظرات رو پیش ببرند. البته بخشیست کاملا ضروری، چون جنبه ذهنی یک مسئله واقعی رو در واقع روشنفکران که بخشیشون احتمالا ممکنه در احزاب و گروه های سیاسی باشن پیش میبرند. اما کار من به عنوان عمدتا یک روزنامه نگار و یا یک انسانی که به هر حال به دنبال همواره آزادی و عدالت جویی بوده، ممکنه در راهی هم که در پیش گرفته با نظرات اشتباهی هم گاهی وقتا دفاع کرده باشه، ولی همواره در کندوکاو این بوده که اون جامعه واقعی رو در به اصطلاح مرکز توجه نظرات خودش قرار بده. فکر میکنم که بخشی از وظیفه همین گفتگوها و همین ماهایی که در این گفتگوها شرکت میکنیم این هستش که این دو سطح رو، یعنی سطح ذهنی و سطح واقعی اون جامعه رو، حالا میخواد در کردستان باشه، در آذربایجان باشه، یا در مازندرانی باشه که من ازش میام، و یا در خراسان و بلوچستان، به هم نزدیک بکنه. و همین دلیل باید به دنبال در این حال یک زبان ساده‌ای باشه که بتونه این ارتباط رو برقرار بکنه. این نکته بود که من الان به نظرم رسید خوب هست در اینجا به اصطلاح مطرح بکنم. در مورد تبعیض و ستم ملی، ببینید، معمولا در فرهنگ سیاسی جهانی از کلمه تبعیض یا آپارتاید و جداسازی استفاده میشه، در چون به هر حال این موضوع ویژه ایران که نیست، در کشورهای دیگه هم اقلیت‌های قومی، مذهبی و اما اقسام، حتی اگر بخوایم گسترشش بدیم به سکت ها و اینها وجود دارن، اقشار حاشیه‌ای وجود دارن و همه اینها به هر حال توی این کشورهای حتی دموکرات و باز هم یک سری، اگر نخوام بگم مشکل، ولی به هر حال مباحثی رو به وجود میارن و همیشه درباره‌شون گفتگو میشه و خود اون جوامع و اقلیت‌ها هم درش فعال هستن. خود این موضوع به نظر من یک موضوع مدرن هست، یعنی تمام ایرانی ها، حالا به هر قومی که تعلق داشتن و از هر دینی که بودن، هزاران سال کنار هم دیگه زندگی کردن، ولی در جامعه معاصر و در جامعه مدرن هستش که این به عنوان یک مشکل خودش رو بروز میده. دلیلش هم به نظر من کاملا روشن هست، برای اینکه سطح آموزش گسترش پیدا میکنه، ارتباطات به دلیل تکنولوژی گسترش پیدا میکنه، آدم ها از هر در هر جایی که زندگی بکنن توقعشون بالاتر میره نسبت به حقوق خودشون، آگاه میشن و طبیعتا این رو مطرح میکنن. و این سطح توقع و حقوق متاسفانه در کشورهای مانند کشور ما با اون سطح به اصطلاح دانش و توانایی و امکاناتی که در حکومت‌های مرکزی وجود داشته همخوانی نداشته. طبیعتاً این استکاک رو بشه میاره و بهترین راهی که حکومت‌های مرکزی چه در رژیم گذشته از همون دوران قاجار و بعد به اصطلاح خاندان پهلوی و رژیم خمینی، بهترین راه رو
برای اینکه این وحشت خودشون رو از استانهای مرزی ایران که عمدتاً میان کردها و آذربایجانی‌ها بروز پیدا می‌کرده به شکل سرکوب نشون می‌دادن و همیشه حراس داشتن. این تبعیض که وجود داره در مورد به اصطلاح تقسیم امکانات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اما به نظر من در سراسر ایران یکی هست. یعنی کسانی که در پایتخت زندگی می کنند و یا در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و یا در گذشته زندگی می کنند همواره از امکانات بیشتری برخوردار بودند و کسانی که در شهرستانها و یا در روستاها زندگی می کردند. این یک تبعیض کاملا به نظر من ناخواسته سراسری بود که شاید یک بخشش هم بده و همون روند رشد جامعه برمیگشت و حکومت ها هم اون توانایی رو نداشتن. یعنی ما این رو تنها به این بر نگردیم که چون حکومت ها استبدادی بودن بنابراین به این شکل عمل میکردن، نه، به نظر من توانایی اقتصادی و فرهنگی هم نه در حکومت ها و نه در جامعه وجود نداشت که بتونه این تبعیض رو اولا تجزیه و تحلیل بکنه و بعد راهی براش ارائه بده. در مورد اما اقوام ایرانی، من هم مانند شما فکر میکنم که یه مقدار این بحث روی واژه ها روی زیاد تمرکز روش نکرد، برای اینکه یک واقعیت وجود داره. این واقعیت رو اصلا با این که کسی این رو چه به نامه تغییر نمی کنه. بنابراین این بخش به سلام اصرار و پافشاری رو که بعضی ها روی قوم و ملت و ملیت اینا می کنن نظر من باید گذاشت کنار. موضوع سر این هست که انسان هایی واقعی به دلایل واقعی رنج می کشن به دلیل تبعیضی که علیه اونها احتمال می شه. آیا می توان به عنوان روشن فکر به عنوان حزب سیاسی، گروه سیاسی راهی رو ارائه داد که از رنج اینها کاسته بشه؟ به نظر من اساس فعالیت روشن فکری و اساس فعالیت احزاب و گروه هایی که ادعاهای انسان دوستانه و دموکراتیک مطرح می کنند کاهش این رنج هست. اگر من به عنوان یک مخاطب در برابر یک روشن فکر در برابر یک حزب نشانه ای نبینم که قرار این رنج رو کاهش بده، بنابراین حق دارم فکر کنم که پس اصلا موضوع اینها به من به عنوان یک انسان خورد، به عنوان یک آذربایجانی، به عنوان یک بلوچ، به عنوان یک کوهن، به عنوان یک لور، به عنوان یک مازندرانی اینها در واقع به من اصلا فکر نمی کنم. به همین دلیل هستش که در این علاقه ملکوت ما به ویژه در خارج کشور با یک مشکل دیگه هم روبرو هستیم که در محیط طبیعی خودمون به سر نمیبریم. اگر روزی در ایران فضایی باز میشه که این گفتگوها به شکل وسیع‌تر و در یک جامعه کاملا واقعی با لمس اون مسائل واقعی در خود ایران پیش برده بشه، من فکر میکنم که بسیاری از مشکلات که این روز وجود داره در بلیجه در زمینه ذهنی در چه مشکلاتی به حاشیه رو خواهد رسوند. من در مرحله فعلی صحبتم رو بینید. سپاس خانم بغرد. خب آقای کاخساز گرامی، در آغاز صحبت به نکته بسیار جالبی اشاره کردید، به در واقع تبعیض در ساختار فرهنگی این سرزمین. حال بنابر صحبت هایی که شد، همچنین صحبت خانم بغراد، آیا این ارادی بود یا غیر ارادی، آیا سازماندهی سیاسی در واقع در پشوانی چنین تبعیضی بود یا شرایط تاریخی ما رو به اینجا رسون، موضوع دیگری است. مسئله مهم این هست که این تبعیض امروز وجود داره و این تبعیض این گونه تعریف میشه. اگر دوستان موافق باشن ما تبعیض رو به عنوان واژه مورد استفاده خودمون در اینجا به کار ببریم. به نظر میاد که این مفهوم مفهوم قابل قبولتر و پذیرشتری از سوی این جمع هست. وقتی که من
جناب کاخساز، نگاه میکنم به این سرزمینی که همه ما براش داریم تلاش میکنیم برای رهاییش از استبداد تاریخی، استبداد معاصر، نگاه میکنم که چگونه بخشی از این سرزمین به نام بلوچستان تبدیل میشه به در واقع نوعی تبعیدگاه درونی. بلوچستان رو در فقر نگاه می‌دارن، نگه می‌دارن و محل تبعیدگاه متخلفین داخلی و اداری میشه. چرا؟ چون شرایط اقلیمی در اونجا بسیار سخت، شرایط اقتصادی بسیار طاقت فرساست. معنای دیگرش برای من هموطن ایرانی به نام بلوچ این است که من رو اسیر یک زندان کردید، من رو در یک زندان جغرافیایی نگاه داشتید تا این محل تبدیل به زندان متخلفین بشه. بنابراین نوعی در واقع تضییقات و فشار و نوعی سلب حقوق برابر شهروندی از من بلوچ در این منطقه شده نسبت به همه شهروندان دیگه. بنابراین میتونیم از این زاویه هم اگر نگاهی بیاندازیم میبینیم که دایره در واقع یا گستره این تبعیض فرهنگی زبانی خودش رو به دایره اداری و در طرح ساختاری کشور، نظام کشوری هم خودش رو تداوم میبخشه. نظر شما در این رابطه؟ ببینید، مشکل ما برای که ما بلوچستان داریم به عنوان یه مفهوم، به عنوان یه کانسپت، بلوچستان یک به عنوان یه کانسپت یه مایه ننگه یک ایرانیه و دلیل انحطاط عمیق سیاسی و اجتماعی تو جامعه ایرانی که رشد نامتوازن، رشد ناموزون داشته. یعنی ساختار سیاسی در ایران در دو نظام گذشته ساختار سیاسی مبتنی بر ترس و هراس از مردم بوده و اینو ما بدون اینکه بخوایم تو کتاب ها بدونیم خودمون زندگیش کردیم و میدونیم. و چون این نظام ها میترسن از مردم، حتی تو جمهوری اسلامی تو اوایل که خیلی به اصطلاح مردم رو هم پشت خودش داشت، باز این ترس نمایان بود. یعنی در حس می کرد که این حالت ادامه نخواهد داشت با اون ساختار فکری که جمهوری اسلامی داره. یعنی اون ساختار فکری جمهوری اسلامی هم علت ترسش این بود که به طور ناخودآگاه می دونست که نمیخواد جامعه رو لیبرالیزه بکنه، نمیخواد جامعه رو امبورژوازه بکنه. در نتیجه میترسه که جامعه لیبرالیزه بشه. جامعه لیبرالیزه جامعه مدرنه، جامعه که بلوچستان نداره به عنوان یک کانسپت اهانت‌آمیز. به نظر من اهانت‌آمیز برای فرهنگ ایرانی اینه که تو جمهوری اسلامی به علت تضاد ایدئولوژیک با لیبرالیزه کردن جامعه و تو دوره پهلوی با لیبرالیزاسیون ناموزون و دوگانه، یعنی شهرها آمبورژوازه شد و خب البته خودش پیشرفتی بود، ولی بلوچستان ها، کردستان ها و جاهای کوچکتر عقب مانده میموند و حرف زدن اینا هراس میافکن تو دل رژیم. اینه که خب میکشتن اینا رو، زندان مینداختن و این اون وقت حالت مقاومت توی اینها به وجود میورد و اینا وقت به مفهوم تبدیل شدن. مفهوم یعنی بلوچستان تبعیدگاه میشه، کردستان یه مفهوم رزیستانت میشه یا قتلگاه میشه. یعنی اشکال در روند لیبرالیزاسیون تو جامعه. به نظر من روند لیبرالیزاسیون هم همین، یعنی مناسبات باید مدرن بشه. وقتی دیکتاتوری از بالا هست، اپوزیسیون
چیز میشه، دوگماتیک میشه، اپوزیسیون اعتقادی میشه. بس تو اینه، یعنی روند لیبرالیزاسیون اینه که جامعه رو غیر اعتقادی میکنه، غیر متافیزیکی میکنه، اون چیزاشو میگیره. یعنی اشکال ما این بود که این سنتی که در بالا توی این دیکتاتوری وجود داره حالا تو اپوزیسیون وجود داره. یعنی مشکل ما الان از گذشته اینجوری منتقل شده بعد. یعنی الان مثلا همین الان فقط من گذرا اشاره میکنم، همین توافقنامه دو حزب کاملا این روحیه به نظر من توش حاکمه. یعنی روحیه اعتقادیه، روحیه غیر لیبراله، لیبرال به معنی کلاسیکش، به معنی جان استوارت میلیش. یعنی خیلی ذوق زده است، خیلی متعصبه، خیلی با شتاب داره میره توی یه چیزی و میخواد از رو چیزها رو عوض کنه و بنیانها رو بهش دقت نداره. بنیانهای مدرنیته ای بحث، بنیانهای مدرنیته ای دیالوگ. و اینی که میبینی که در عرض در نیم صفحه یا سه ربع صفحه شش بار ملت رو تکرار میکنه، کلمه ملت رو تکرار میکنه و تازه به عنوان صفت هم باز چند بار. و این روحیه اعتقادی رو نشون میده. این روحیه اعتقادی رو باید برداشت. نسخهش تبلیغ و گسترش تفاهم ارتباطیه. باید توضیح داد که تفاهم چیه، تفاهم ارتباطی چیه. اگر کسی گفت که این موافقت نامه اینجوره یا غلطه یا فلانه، باید دونست که این مخالفت شرط برخورد با اینه و اگر این نباشه فاجعه است. یعنی ما برای که تفاهم رو در واقعیت معنا بکنیم باید بتونیم اینو معنا بکنیم و به عنوان مثال بگیم که این حالا صرف نظر از خود معنی ملت که خیلی بحث داره، خیلی تئوری دولت ملت و اصلا ملت یه پدیده‌ایه که تو ساختار دولت زندگی میکنه. یه کتابی من اینجا خوندم، اشتات این دم ویر لیبن، یعنی دولتی که ما در آن زندگی میکنیم. یعنی این چیز مدرنه، یعنی ملت وابست، یعنی اصلا دیگه تفاوت دولت و ملت از بین رفته. این یه شرط مدرنیته‌ایه. یعنی ملت تو شکل اعمال حاکمیت خودش زندگی میکنه. پس بنابراین همینجوری بدون شکافتن این بحثا نمیشه تون تون دیگه گفت ملت و اینا. دوست داری هم بگو، مسئله ای نیست، بحث میکنیم روش با تفاهم اینا، ولی باید یعنی به تقدم شرایط مدرنیته ای تفاهم برای دادن بخشنامه و اطلاعی و صدور نامها و نامگذاری ها باید تومارنویسی و باید به اینا خیلی خیلی دقت کرد و گذاشت اختلاف باشه و اجازه باید بدیم اختلاف باشه، باید اجازه بدیم به همون انتقاد بکنن، گوش بکنیم و پاسخ بدیم، پاسیو هم نمونیم. یعنی بیرون از این متن مدرنیته ای مخصوصا توی بحث فدرالیزم، برای که من مخالفم با طرح زودرس فدرالیزم از لحاظ شکلی، میدونی به عنوان یه بحث مضمونی اصلا حرفی نیست، ولی شما عنوان میکنین طرح زودرس فدرالیسم. بله، طرح یعنی غیر تو زمینه غیر مدرنیته ای اینا نفاق آفرین، جنگ آفرین. اگر جمهوری اسلامی فردا سقوط بکنه، ما با مفاهیمی که نمیتونیم تو عمل تعریفشون بکنیم دوچار بحران میشیم و خطرناکه. در شرایطی که ما نتونستیم هنوز سازماندهی عمومی ملی به وجود بیاریم و جمهوری اسلامی ساقط بشه، باید نگران یه امر مهمتری بود. اگه اجازه بدین این جمله رو باید حتما بگم. این بفهمید؟ آره، این جمله رو باید حتما بگم. اون نگرانی عمدتر خود ایرانی. یعنی با همه نفرتی که ما به جمهوری اسلامی داریم، سقوطش ثانویه نسبت به اون چیز بزرگتری که همه ما رو به هم مربوط میکنه و اون چیه؟ و اون وحدت ملی ما و وحدت ملی و مدرنیته ای جامعه ایرانه
که تنها یعنی مدرنیته ای و لیبرالیزاسیونی که پیوند ما رو طوری به هم عملی میکنه که واژه ها نقش مخربی تو اون نخواهند داشت. صحبت تو اینه.